سلام بینندای ارجمنده برنامه سرود دهکده، امیدوار هستم که هفته خوش را با هم سپری کرده باشین و خوشحال هستم که باز هم با پیشکش برنامه سرود دهکده مهمان خانه های شما هستم. اولتر از همه ارجمند برنامه سرود دهکده، امیدوار هستم که جور و خوش و با صحت و با عافیت باشین و هفته خوش را با هم سپری کرده باشین و تمام چالش های زندگی را هم با خوبی به پشت سر گذاشتانده باشین. خوشحال هستم که باز هم مهمان خانه های شما هستم و امید است که همه شما تا آخر برنامه با ما باشین. امشب ما دو بیتی ها، آهنگ ها، ضرب المثل ها و آهنگ های بسیار مقبول محلی وطن خدا بر شما دارم. ناگفتنم آنم عزیزای ما که ما شما هم ما میفهمیم که افغانستان وطن عزیز ما از اقوام مختلف تشکیل شده و اگر متوجه باشیم هر قوم چهره های مختلف، لهجه های مختلف، زبان های مختلف دارن که زیبایی مخصوصی را به خود داره مردم افغانستان و با وجودی که همه ما و شما از اقوام مختلف در افغانستان تشکیل شدیم، اما یک چیزی که ما و شما وقتی که موضوع فرهنگ میشه ما و شما همه ما یک وجه مشترک داریم و ما هم موسیقی رو به می نسبت میتم که موسیقی یک زبان بین المللی است و سرحد نداره و قسمی که ما شما میبینیم افغانستان هم موسیقی بلهجه های مختلف داره و یک حساب یک به اصطلاح روش ما داریم در افغانستان که میگیم تمام افغانا از یک کاسه نان میخوره. به می ترتیب وقتی که از نان یادواری میکنیم مرا به این متوجه میسازه که موسیقی هم البته غذاست، غذای روحی است و برای ما شما یک خوشی تولید میکنه و به می ترتیب من فکر میکنم که از هر منطقه افغانستان که موسیقی شما میشنوین و من هم کوشش زیاد دارم که در برنامه خود از هر منطقه افغانستان عزیز آهنگار بر شما ترتیب بکنم که تایی که جوانهای ما، کسای جوانهایی که به اینجا تولد شدن، اونا با کلچر و فرهنگ ما از طریق موسیقی بلدیت پیدا بکنن و بفهمن که کلچر ما چی است. ما هم موسیقی داریم، البته ضرب المثل ها را بشنون و همچنان از گفتار شیرین و بزرگای ما که گفتن.
دیگه برحال زیاد پر حرفی نمی کنم، شما زیزاره و یک آهنگ بسیار زیبای مقبول که دعوت می کنم که اولین آهنگ برنامه می باشه. این آهنگ به شکل شیر و شکر خوانده شده با آواز هنرمندای بسیار تاپ خوب محلی ما، جوانای عزیز، آوازخوان خوب جمشید پروانی، حمید امانی، فضل پغمانی و فرهاد علمی است. بیاین شما عزیزان دعوت کنم به این شنیدن این آهنگ زیبا و مقبول محلی. دوباره بر میگردم، با ما باشین. وفا بکن که وفا نکنامیست، بی وفا را همیشه بدنامیست. وفادار باش که دنیا امتحانی سوه، کتابا پر میشه از قرمانی، های بگویم خاطرات عاشقی را وی.
بنامه نامم بنامه شبم دفتر کشیدم نوگی بامه ای دفتر من ای دفتر من ملام زده بیانا لای سر من عزیز امیدوار هستم که از این آهنگ زیبای مقبول محلی که بسیار مقبول خوانده شده بود و چاربتی های بسیار پرسوز داشت شما لذت برده باشین. کسانی که با ما تازه پیوستن، شما بیننده برنامه سرود دهکده هستین که از طریق برنامه شما آهنگ های محلی را ضرب المثل ها و گفتار ارزشمند در زبان های بزرگان ما میشنوین. عزیزان ما از اینکه شما همیشه محبت میکنین به برنامه ما مسیجای خوب روان میکنین تشکر، ممنون هستم. و امی لحظه برنامه طور زنده از طریق فیسبوک نشر میشه. از دوستایی که صفحه فیسبوک ما میبینن اگر زحمت نشه شیر بکنن، برای اینکه امی برنامه معلومش از طریق فیسبوک برای جوان ها بسیار مؤثر واقع شده و همیشه به ما مسیجای خوب روان میکنن که هدف امی برنامه ما امیست که جوانها بلدیت پیدا بکنن به کلچر ما و زیادتر معلوم میشه که علاقه هم گرفتن، چون ضرب المثل ها را میشنون از طریق برنامه گفتار بسیار ارزشمنده، مخصوصا جوانایی که در امریکا تولد شدن اینا چیزی از وطن نمیفهمن، از چیزای خوبی که ارزشمند حرفایی که ما داریم از افغانستان برای اونا مؤثر واقع شده. دیگه خواهش است که برنامه را در صفحه فیسبوک شیر بکنین و از دوستایی که مسیج میگذارن انشالله که بنوبت مسیج هایشان هم جواب میتم. لین ها هم باز است که عزیزای ما که اگر میخواین که دوبیتی و یا ضرب المثل و یا گفتار ارزشمند از بزرگا شیر بکنن، محبت کنن، تلفن کنن و انشالله که جوابشان تلفنشان برشان جواب میدیم. دیگه عزیزای ما میخوایم که بر شما بگویم که این برنامه یک برنامه هنری و فرهنگی است که امیدوار هستم هدف ما است که باعث روشن شدن فکر جوانای ما، مخصوصا جوانایی که به امریکا تولد شدن باشه. میریم به طرف موضوع یک چیزی که ما خودم انتخاب کردیم که امیدوار هستم که عزیزای ما زنگ بزنن و یه یک موضوعی است که میخوام مطرح بکنم که یک چیز رو انتخاب کردیم خودم، کلمه خانه پدری که یک خانه پدری یک به اصطلاح اصطلاح عامیانه و معمولی ما شماست که همیشه میگیم خانه پدری. میخوام بفهمم که چرا امن‌ترین و آرامش بخش‌ترین مکان امی خانه پدری است. یعنی خانه پدری چی رقم یک جای است؟ اگر شما یکان لطف کنین، محبت کنین، امی سر موضوع اگر روشنی پردین بیاد خوش میشم. با اجازه تان یک لاین دارم. بیننده عزیز به برنامه سرود دهکده خوش آمدین، بفرمایین. السلام علیکم، اینا جسپس شما خوب هست؟ سلام ما بر شما، شما چطور هستین؟ خوب هستین؟ بفرمایین، خواهش میکنم. میگه که بخت که برگردد هست در طویله خر گردد، بخشش پوشنده زشتی است، برادر با برادر حساب برابر، بر قضای خدا راضی باش، بود در غم جان کندن قصاب در غم چربو، بزرگی به عقل است نه به سال و نه به مال، بی زحمت راحت نیست، بیگانه توتی بیدانه، پسته بیمارس اگر در بوا کند رسوا شد. این فنجه برابر است برادر است برابر نه. تا جان بر خطر ننهی بر دشمن زفر نیابی. تا نباشد چیزه که مردم نگوید چیزها. تو با من و تو. تمر از درخت بید نیاید امید داشت. جایی که قند و قروب به عشق خست گزاره سخت است.
دیگر شیر نداری سفر عشق مرا جوینده یابنده است چار باید زیستن ناچار باید زیستن چاره سازان در علاج کار خود بیچارند چاکن در چاست چراغ مردم گوشنشین می سوزد چراغ ظالم تا صبح نمی سوزد چشمش دید با دلش خرید چشم عاشق کور است چنان نماند که چنین نیز نخواهد ماند تو استاده ای دست افتاده گیر بسیار عالی، بسیار زیبا گفتین، محبت کردین، تلفن کردین، شما همیشه داشتنی های خوب دارین و تشکری میکنم از اینکه شما همراه بیننده همراه ما او را به شراکت میگذارین. محبت کردین، همیشه همکار دائمی ما باشین و هستین. بسیار تشکر از محبتتان، از تلفنتان. دیگه من همیشه به خدمت شما هستم تا جایی که قدرت هست، میخوایم که در خدمت شما باشم. تشکر بیننده عزیز، محبت کن، شبتان خوش. خدا حافظ. خب راستی حرفای بسیار خوب ارزشمند بود. ما هم با تایید این چیزایی که بیننده عزیز ما بر شما گفتن، گفتن که هیچ وقت هیچ چیزی را بی جواب نگذار. جواب نگاه مهربان را با لبخند، جواب دورنگی را با خلوص، جواب مسئولیت را با وجدان، جواب بی‌ادب را با سکوت، جواب خشم را با صبوری، جواب پشتکار را با تشویق، جواب کینه را با گذشت، جواب گناه را با بخشش، جواب دلمرده را با یا دل افسرده را با امید و جواب منتظر را با نوید. یک لاین دارم به اجازهتان. بله بینید عزیز. خب البته یک کمک نواخ متوجه شدم، دوباره زنگ بزنین. به ادامه حرفای ارزشمند که از زبان ببخشین یک لاین بینید عزیز. برنامه سرود دکده خوش آمدین، بفرمایین. سلام خواهر بزلید، خواهر پیر قلب نجان قلب. سلام نازنین، خوش آمدین، چطور است؟ این سرچ ما خوب است؟ شما تشکر، بازم خوشحال هستم که شما میمان خانه های ما هستی. تشکر. و بسیار خوشحال هستم، اما متاسف به هستم که ما یک تلفن برسان داده نمیتونیم. خواهش میکنم، همین که محبت میکنین، تلفن میکنین، باور کنین که با ما همه چیز است. ایره باور که خواهر عزیز، هر روزی که من طرف استادیوم میایم بسیار احساس خوش بر من خلق میشه. فکر میکنم که به طرف عزیزای من، به طرف خانه های فامیلای من میرم و یگانه وقت است که راستی من زیاد فارسی دری صحبت میکنم، امروی شما عزیزان صحبت میشم و چیزایی که میخوایم که امروی به شراکت بگذارم با عزیزای من. بیاد من خوش میسازین، بفرمایید خواهر عزیز. تشکر مینا جان، من هم گفتارتان تایید میکنم و من نظر شما من هم هستم. تشکر. من هم راستی وقتی که برنامه شما میباشه تا بستیلیزم میشنم، من یعنی یک بسیمه که برنامه تار خود بستم نمیفهم که پروگرامتان هست نیست. وقتی که موزیک نواخته شد از سرود دیگه شکر که من شما را امید است که به طرف دیهات افغانستان ببرم یا این برنامه بر همه دوستای اگه الهام خوب باشه، یک مسیج خوب باشه. محبت کردی خواهر عزیز، بفرما هر چی که دارین به شراکت بگذارین امروی ما. البته به اجازه شما جانم. بله. میگن خود کردن درد است و نیم درمان. آها. زبان ام راحت جان است و ام بلای جان. قطره قطره از دریا می شود. جواب جایلان خاموشی. چیزی سنگ است در پای بند. مال تاوشکو همسایه تسوت نگی. آزموده را آزمودن خطا است. یک شیر هم می خواهم اگر اجازه شما باشد. بفرم. دیدو پیروی ایرار قربان. ایرا می روی ایرار قربان، امیت و سمتل ایرار قربان،
امیل و چمکل گیران چی باشد؟ وزیر سادری شماره کن باشد. آها به به سرالی بسیار محبت کردی خواهر عزیز، بسیار نازنین هستی، همیشه صحبت های شیرین میکنی و از این که محبت میکنی برنامه میبینی. ما هیچ وقت پرسا نکردیم شما از کجا زنگ میزنین؟ من از بستان. خب بسیار محبت کردی، همیشه خوش میسازین من را که تلفون میکنی خواهر نازنین. لازم شما تذکر، من هم صحت و سلامتی به شما آرزو میکنم، همچنان سلام من را برای استاد محترم تقدیم میکنید و فکر میکنم طبیعتان خوب نیستد، ساعت عاجز برشان آرزو میکنم، همچنان برای تمام شنوندهای عزیز که در این برنامه هست و تمام دوستان من ساعت سلامتی دل هم جان جور برشان همیشه آرزو خواهرشان هستد. آمین خواهر عزیز، شما محبت کردین، خداوند شما را هم سلامت داشته باشه. بسیار خوشدم که زنگ زدین، صدای نازنین تانو شنیدم، دیگه شبتان خوش میخوایم، امید است که بازم دوباره هفته آینده میمان برنامه ما شوید. الله الله. و ما هم بر شما صد سلامتی برس میکنم، بکنم ما اولی از مامد منجان تکرار برنامه شما صد روز شنبه است. تکرار برنامه روز قسمی که آرون جان میگن، میگن که روز شنبه است. ساعت چند است آرون جان؟ ببخشید صبح شروع میشه بگوین در تا 12 انشاءالله. فکر میکنم از طرف صبح ساعت های 9 صبح تا 12 به وقت کالیفرنیا تکرار برنامه رو برتان میمونه خواهر عزیز. ببخشید وقتا نمیگیرم، 9 شب ما یعنی تایم ما چند بجه میباشه؟ یعنی 3 تا 5 شما. بله فکر کنم که به ساعت 11 یا 12 باشه. بله بخاطر بله. که من برنامه هفته پیش هستش من بسید و من هستی که پیشتم برنامه را ایز دوارا نشنیدم، حتما اشتباه در تایم بوده برای من. بگوی ایتر امکان دارم نیفون اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین که از طریق وبسایت هم ببینین و در ضمن فکر میکنم به فیسبوک آرون ابرد تکرار برنامه تمام برنامه میباشه که اگر به اوجا مراجعه کنین میتونین برنامه رو ببینین. همچنان به فیسبوک خودم هم اگر شما برین به اوجا هم هست برنامه رو من به شراکت میگذارم میشه. بسیار جدت میکنم و دوباره خدا. خواهش میکنم، بسیار محبت کنین، شبتان خوش، تشکر، سلامت باشین. خب عزیزای ما بیاین که شما را دعوت کنم به یک آهنگ بسیار مقبول زیبای محلی دیگه، آهنگ بسیار شاد که این آهنگ البته آهنگ بسیار جدید است از هنرمند با استعداد، جوان با استعداد مهدی فرخ، که من فکر میکنم که آهنگ اولین بار باشه که از طریق برنامه ما بر شما عزیزان نشر میشه. نام آهنگ است دختر شغنان، موسیقی از البته رنجمنتش از وسی فرامرز است و مطلع آهنگ است دل میگه برقص بیا به میدان، آهنگ پنشیری است. بین شما عزیزا رو دعوت کنم که از این آهنگ لذت ببرین، با هم یک جا ببینیم، از پیش تلویزیونایتان دور نرین چرا که ما داشته های دیگه هم دارم برای شما عزیزان. دوباره برمیگردم، با ما باشین. خب عزیزای من امیدوار هستم که از این آهنگ بسیار مقبوله که به لهجه پنشیری خوانده شده بود لذت برده باشین. این جوان هنرمند مهدی فرخ، ما یکی از مصاحبایشان دیدم و شنیدم که گفتن که من خواستم که می سبک آهنگایی که به لهجه پنشیری خوانده میشه یک سبک تازه جور کنم و یک چیز نو باشه که واقعا بسیار موفق هستن، آهنگای بسیار شاد و مقبول را تهیه میکنن، میزی ویدیوهایشون بسیار جالب است که موفقیتشان را میخوایم. بیاین بریم باز هم به طرف گفتار ارزشمند که از طرف بزرگوارای ما گفته شده
در جایی گفته شده که از عقاب پرسیدن که آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟ عقاب لبخند زد و گفت من انسان نیستم که با کم بالا رفتن تکبر کنم. من در اوج بلندی نگاهم همیشه با پایین میبینم. بسیار زیبا گفته بود. یک لحظه دارم با اجازه‌تان. بیننده عزیز به برنامه سرودی کده خوش آمدین. بفرمایید. بینجان گل سلام احترامات خدا خدمت شما و تمام بیننده هایتان تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. بعد از سالها برنامه زیبای شما را بعد از چندین سال بعد میمان خانه ما شد. یک جان تشکر. تشکر از شما، برنامه رو میبینید، بفرمایید. و خودتان بسیار بینجان واقعا یک نرمند بسیار خوب من سر آوازتانم خوش دارم من میشم خاندنهایتانم خوش میکنم و میشه بسیار آوازتانم خوش دارم واقعا خودتان بسیار یک برنامه و همچنون یک برنامه ساز بسیار موفق هستیش. تشکر، من کوشش میکنم. می کوشش و می دام خدا خوی نیاز دارید به سالا دنی برنامه سازی به تلویزیون نور بدین و دران بدین واقعا امی خود این برنامه تان بسیار یک نام زیبا داره یکی امی نام در برنامه تان مچ میکره واقعا باید تلویزیون نور دیگه این باید شکر باید سالا چندین سال انتظار کشتیم پس میمان خانه های ما شد یک جهان تشکر می نجرم. تشکر، زنده باشین، خواهش میکنم. چیز گفتنی داشته باشین و شراکت بذارین با بیننده ما. برنامه در اختیارتان. نوروز ای اندور است یا اوتور است میلی روز نوروز نمیره چی پس نه گفته سال چی سر قم قسمه که تا جایی که من معلومات دارم با پارک است، جایی بسیار خوب و جایی بسیار عالی است ولی من رفتی نگذفت بله بزنس دیگه رفتی بله جایی واقعا باید پاک و بسیار سپاسنگ فریمان همه چیز داره کلکفوی بله سکرمنتو بله آبا سکرمنتو و امید است که فکر میکنم اطمان عوام واقعا امیال ما شما میبینیم روز به روز اوای سان فرانسیسکو بسیار مقبول شده میره. بله انشالله. بله آه بله نوروز خوش آمدید میگیم. خوش میکنم. وای جان تشکر از محبتت، همکار دائمی ما باشه، نزدیک برنامه رو میبینین، جهان سپاس. شبتان خوش. تشکر. خوش آمد. خداحافظ. خب عزیزای ما برادر ما محبت کردن از برنامه تعریف کردن که واقعا این محبت شما عزیزان مرا هم انرژی میده که زیادتر کار بکنم. چرا می خود برنامه سازی هم یک به اصطلاح یک یونیورسیتی است. ما با وجودی که بسیار مسئولیت های شخصی دارم اما کوشش زیاد میکنم. از اینکه شما محبت میکنین و قابل قبول شما برنامه واقع میشه جهان سپاس. ناگفته نمانه که یگانه دلیلی که ما امی برنامه را خواستم از طریق تلویزیون افغان تیادر بر شما عزیزان به خانهایتان بیارم، میمان خانه های شما شام، دلیلش امی بود که امی تلویزیون یک تلویزیون فامیلی است، تلویزیون است که در این تلویزیون بسیار فرهنگی و هنری است. اصلا مسائل سیاسی، مسائل مذهبی، مسائل ملا و گپایش در اینجا مطرح نیست. فقط امی هدف امی تلویزیون، مدیریت تلویزیون امی است که فرهنگ نگاه کنه و بسیار به زبان معمولی صحبت میشه و من هم خوشحال هستم که شما از برنامه ما طرفداری میکنین. یک لاین دارم با اجازه شما. بیننده عزیز برنامه سرود دهکده خوش آمدین، بفرمایید. السلام علیکم میمنا جان. سلام لایلا جان نازنین، بسیار با معذرت که من میالا میخواستم بگویم که با بسیار معذرت زیاد که من هفته گذشته شما نازنینه خانم نازنینه من شما را نسرین جان گفتم با اشتباه من مرا ببخشین و خواستم که امیر مطرح بسازم برای بیننده عزیز که شما میشه محبت میکنین و منتظر ازی بودم که شما زنگ بزنین و از محبتتان ما رو مستفید بسازین. خوش آمدین، بفرمایید. خوش باشین، زنده باشین، روی یک مقبولتان ما میکنم. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. احترامات قلبی مرا خدمت محترم بیننده محترم تقدیم میکنم. مراستی من بسیار زیاد
پروگرام شما را خوش دارم. دیگه با استیلا دقیقه شماری میکنم که چی وقت بخیر خوش میایی. گفته پیشتر و همشیریم که گفت که میمان خانه ما هستی، اما کاش که از نزدیک ببینیم. تشکر. ما زنده باشین، قربان شما، از این که محبت میکنین. ما از این قدر جای دور شما محبت میکنین، زنگ میزنین. استرالیا هستین شما؟ بله بله، آن من استرالیا هستم. تشکر. دل دور نباشه، قربانت شم. دل دور نباشه دیگه، خوب آزادم به یکی دیگه میرسه. قربان شما. یک مطل از که کو بکو آروز نمیرسه و هم آدم با آدم میرسه. دقیقا، صد در صد راست میگین. من پیشتر بله بله شما محبت کردین، پیشتر میخواستم بگویم که شما گفتین که من گرچه چاربیتی اینا یاد ندارم، اما با یک بهانه میخوایم که زنگ بزنم، میخواین امروی ما هم صحبت شوین که شما میشه محبت میکنین. رایلا جان بسیار لطف میکنین از این که برنامه رو میبینین. مجبور دیگه از کابل یک، از افغانستان یک کتاب بر خود بخوایم، از روی ازو برای شما بگویم. بخاطر من هیچ یاد ندارم، به درد راستی بسیار تقریبا 35 سال هم قدر هم میشه که ما دوستانی هستیم. بله. اتراستی به چیز دسترسی ندارم به همین. دیگه بازم بسیار شما را دوست دارم، خوش دارم. راستی واقعا میگم خدا مهربان است که یک روز بخیر یکی دیگه خدا ببینیم. انشالله. بسیار محبت کردین رایلا جان نازنین. خواهش میکنم، خواهش میکنم ریاکت ماچ میکنم، با خدای عالم سپرده. تشکر، محبت کردین. بسیار راستی بسیار پروگرام بسیار خوبش از راستی. تشکر، محبت کردی رایلا جان نازنین. با امید از اینکه یک تماشا کنم، همکار دائمی ما هستین، همیشه ما رو تنها نگذارین، از محبتتان همیشه ما رو مستفید کنین. بسیار محبت کردین، شبتون خوش. تشکر، زنده باشین. با من خدا، با من خدا، با من خدا، خداحافظ رایلا جان. خب از زمان گپ سر چاربیتی ها آمد که من امشب هم چاربیتی ها دارم، اما پیش ازی که به چاربیتی ها بریم، لینا هم زیاد است، میخوایم شما خسته نشین. بازم شما را یک دعوت میکنم به یک آهنگ بسیار زیبا، یا آهنگ من خودم هم بسیار دوست دارم به زبان مقبول پشتو. نامی آهنگ است بیا کده باریجی و با آواز خانم لیلا است. بیاین که شما دعوت کنم به شنیدن و دیدن این آهنگ. دوباره برمیگردم، با ما باشین. خدا
عزیزای ما، بازم خوش آمدین به برنامه. پیشتر از دو بیتی و چهار بیتی یاد کردیم که یک موضوع یکی از دوستای ما هم پرسان کرده بودن که گفتن مینه جان شما امی موضوع دو بیتی و چهار بیتی را چی فکر میکنین، که اگر برزی که بعضی دوستا میگن چهار بیتی و بعضی دوستا میگن دو بیتی. ما اتفاقا دفته گذشته یک جای به منزل یکی از دوستایم، دوست عزیز میمان بودم و با آقای حامد حسینی آهنگساز محترم، جناب محترم دانشمند هستن و کمپوزیتور بسیار خوب وطن ما هستن که افتخار ما بود که امروزشان صحبت کردم. همین موضوع را از آقای حامد حسینی آهنگساز پرسان کردم که فرق بین دو بیتی و چهار بیتی چی است. میخواستم که خودم هم برم کمک واضح شوه. قسمی که اونا فرمودن گفتن که دو بیتی البته شکل فرهنگیش است و چهار بیتی شکل عامیانه است که ما شما میگیم، چرا که البته چهار بیت گفته میشه اما هر کدام از این یک مصرع است، به این معنا که چون دو مصرع داره به این خاطر ما او را دو بیتی میگیم و چهار بیت داره اما دو مصرع داره. دیگه به این دلیل بعضی اوقات به حساب فرهنگیش ما شما دو بیتی میگیم و به حساب اصطلاحیش چهار بیتی میگیم. من امشب بر شما دو بیتی هم دارم که یک جایی گفته شده که اگر یار مرا دیدی به گوشه، بگو کالای سیاه خود بپوشه. ز دست بیادرش گله ندارم، ز دست مادرش خونم به جوشه. یک جای دیگه بسیار یک دو بیتی مقبول یه گفته شده که طوری است که رخ زردی که من دارم کی دارد، به دل دردی که من دارم کی دارد. ما تنها میشنوم از مرد و نامرد، به دل صبری که من دارم کی دارد. بسیار زیبا گفته شده. یک جای دیگه گفته شده بود که برو کاکا ندادی دخترت را. چقدر مقبول گفته شده، ایره گوش کنین. برو کاکا ندادی دخترت را، تو گوش کردی سخنهای زنت را. سل پل سرات در روز محشر، بگیرد آه عاشق دامنت را. بسیار زیبا گفته شده این دو بیتی ها یا به اصطلاح چهار بیتی ها. بسیار از زبان معمولی مقبول مردم ما گفته شده که یک شیرینی خاصی را داره. وقتی که من این را برای یگان وقت برای جوانا به خانش میارم میگم اینا خوب گوش میتن که چقدر معنیش را بفهمند. بسیار جالب هم است، بسیار شیرین گفته شده. در جای دیگه متوجه شدم که باز ضرب المثل ها هم بسیار شیرین است. گفته شده که نامش است نشانش نیست، نام کشیده و خودش ده چکوری نشسته. یک ضرب المثل دیگه است که گفته شده که سزای قرود آب گرم و یک تیر و دو فاخته. ما یک جای متوجه شدم که امی ضرب المثل که ما افغانا داریم که میگیم یک تیر دو فاخته، امریکایی ها هم یک ضرب المثل داره که شباید به می ضرب المثل ما داره که گفته شده که kill two birds with one stone. بسیار جالب بود برای من که امی ضرب المثل هایی که افغانا دارم، امریکایی ها هم باز ضرب المثل های داره که جالب بود برای من. یک ضرب المثل دیگه است که میگن برف بام خود را با بام دیگران نینداز. بسیار زیبا گفته شده. اینا همش پرمعنی است، ضرب المثل ها از زبان بزرگوارای ما گفته شده و ما را هم یک یادواری میده که این چیزها را بر زندگی خود به عمل بیاریم، ازش میاموزیم. زیاد پرحرفی نمی کنم از زای ما. یک آهنگ بسیار زیبای مقبول دیگه بر شما تهیه کردیم دیفته که آهنگ با
آواز جوان بسیار با استعداد بشیر وفا است و برادرشان نظیر سرود. کمپوزی آهنگ از بشیر وفا است، شعر آهنگ از فرهاد پناهی که میریم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن و دیدن این آهنگ. دوباره برمیگردم. خوش آمدید، امیدوار هستم که از یه آهنگ بسیار زیبای مقبول با آواز بشیر وفا و نظیر سرود که میوزیک ویدیو فوق العاده مقبول بود، زحمت زیاد کشیده بودن، شما هم لذت برده باشین و امیدوار هستم که با تلفن هایتان محبت هایتان همیشه ما را تنها نگذارین. میخوام که یک تشکری خاصی از او دوستایی بکنم که همیشه در ایمیل های من مسیج های بسیار عالی میگذارن و محبت میکنن، ما را تشویق میکنن. به اجازتان یک لاین دارم. بیننده عزیز، برنامه سرود ده کرده خوش آمدین، بفرمایید. مینه جان؟ بله بفرمایید. سلام علیکم. شیر از بزرگوار دیگه ست شاعر عمده، من این رو به نام دوبگی برد میگم. منهم که کباب میخورد میگذرد، وان باده ناب میخورد میگذرد، بارش که به کاسه گدایی نان را تر کرده باب میخورد میگذرد. مینا جان نام خدا بسیار پروگرام خوب، خداوند کریم خوش و خورم با فامیلایتان داشته باشد. تشکر بیننده عزیز، شما محبت کردین. تشکر از اینکه امروز ما داشتنیتان رو به شراکت گذاشتین. البته لاینشان قطع شد. به هر حال عزیزای ما، به صفحه فیسبوک ما عزیزایی که برنامه رمیال میبینن بسیار تشکر از مسیجای خوبشان. خواهر عزیز ما ناجیه جان نصیری نوشتن که Hi beautiful and great show, love you Mina John, thank you Najee John, love you too, thanks for watching my show. همچنان برادر عزیز ما اسدالله جان نوشتن که آلیست، تشکر از محبتتان. میریم به سراغ گفتار پرارزش. یک جایی گفته شده که تنهایی بهتر است از این که با کسی باشید که باعث شود احساس تنهایی کنید. بسیار عالی گفته شده. جای دیگه گفته شده که آشکار ساختن غم بسیار ساده است، اما برنده کسی است که غم را با یک لبخند پنهان کند. یک لاین دارم با اجازهتان. بیننده عزیز، برنامه سرود ده کرده خوش آمدین، بفرمایید. السلام علیکم، این عجب شده خورکتن. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ بفرمایید. خوب خیلی برنامه شما بسیار مرحول و بسیار دیرانی هست که قابل قدر است. یعنی ما بکنید او یک آقا هایی هست که خود تنهای شمار پاندی او دیده مدرش دیده شد دیده شد دید که می شود اگر ما بکنید باری برای ما خوش می شود. تشکر. چون آهنگا را ما بر برنامه قبلا تهیه کردیم، اما انشاءالله که داخل برنامه براتون نشر میکنیم. تشکر از اینکه محبت کردین. چیزی شما داشتنی دارین به شراکت بگذارین با بیننده عزیز ما، بفرمایین، برنامه در اختیارتان است. تشکر. سلامت باشید، زنده باشید. خوب با دیگه شما شما باز در کنید زنگ خواهد زنده باشید. تشکر، شبتان خوش، محبت کردین. تشکر از دیفون. خدا حافظتان. خب از زایمه یک گفتنی ارزشمند دیگه هم دارم که جایی گفته شده که غرور بدترین دشمن انسان است، تندرستی با ارزشترین دارایی است، بی‌تفاوتی دردناکترین انتقام است، آسایش و آرامش بهترین نعمت است و هر کس می‌خندد بدون غم و درد نیست. واقعیت گفته، گفتن که اگر کسی را دیدی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرفهایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید، بدون اینکه او بهترین دوستت است. واقعا دوست واقعی همیست که همیشه متوجه همه سرکمستنس به اصطلاح یا شرایط زندگیت باشه. واقعا یه حرفای بزرگای ماست که بسیار مقبول گفته شده.
جای دیگه گفته شده که هیچ گاهی کسی را نداشته باشی بهتر است. گاهی هیچ کسی را نداشته باشی بهتر است. باور کن داشتن بعضی ها تنها ترت می کند. یعنی منظورشان از ایست که یکان وقت اگر آدم تنها می باشه خوبتر است از اینکه یک کسی داشته باشه که خودت تنها تر بسازه. بسیار عالی گفته شده. دیگه از دای ما باز هم یک آهنگ زیبای دیگه دارم برای شما که می خواهیم امیره برای شما به شراکت بگذاریم. این آهنگ از خانم پرستوس مشعل ترنم. آهنگای بسیار زیبا می خوانن خانم پرستو. این آهنگی که من انتخاب کردیم کمپوز استاد خیال است و بیاین که با هم بریم یه آهنگ بشنویم. دوباره برمیگردم، با ما باشین. Thank you.
مده بیوده آزارم گمش کن. آهنگ بسیار زیبا بود، واقعا من هم لذت بردم و خودم شخصا با آواز خانم پرستو که آواز فوق‌العاده صدای گیرا و شفاف دارن علاقه زیاد دارم. اتفاقا که جای خوشبختی هم بود که من و خانم پرستو مشعل ترنم با دو جای با هم یک جای بودیم که یکی کنسرت دیده که جناب محترم نبیل جان مسکنیار گرفته بودیم به لس آنجلس، به اونجا یک جای بودیم و همچنان به دوبای که به یکی از اوارد شو رفته بودیم. ما و خانم پرستو باز صحبتهایی داشتیم. یک خانم فوق‌العاده به حد خوش طبیعت است و زیبا صحبت میکنن، اما قسم که صدایشان بسیار شفاف و گیراست، خود صحبتشان بسیار خوش آدم میاد. دیگه امیدوار هستم که از این آهنگ شما لذت برده باشین. میریم طرف ضرب المثل ها. در قسمت ضرب المثل هم بعض دوستا بعض اوقات شکل عنعنویش متل میگن، میگن یک متل گفت یا ضرب المثل شکل رسمی و فرنگیش است. که در این قسمت هم بعض دوستا میگن میخوایم که یک متل بگویم و بعض کسا میگن که بیاین که یک ضرب المثل بگویم. من بر شما چیزی دارم که میگن بلا بود و برکتش نه، بلای آمده بود و بخیر گذشت، به مرگ بگیر که به تب راضی شود، بوی مشک پنهان نمی شود، بهار کجا بودی که زمستان آمدی، بهار نارسیده نهالشانی میکنی. واقعا این ضرب المثل ها بسیار جالب است. در قسمت برنامه بازم شما عزیزا را به یک آهنگ بسیار شاد و زیبا دعوت میکنم که از هنرمند خوب ما صبور تابش است. این آهنگ در این وقتا بسیار رایج شده و بعضی هنرمندهای دیگه هم خواندن. مطلع آهنگ است یک نگه سویت نکنم دلم در میگیرد. بگ شما رو دعوت کنم یه آهنگ شاد مقبول با هم یک جا ببینیم بشنویم، دوباره برمیگردم، با ما باشین. سویت نکنم دلم در میگیرم، یک نگه سویت نکنم دلم در میگیرم، شانه با مویت نکنم دلم در میگیرم، شانه با مویت نکنم دلم در میگیرم. آنشینم نباروی شانه با شانه یار جانی، آنشینم نباروی شانه با شانه یار جانی. دلم در میگیرم، مشکار بویت نکنم دلم در میگیرم، یک نگه سویت نکنم دلم در میگیرم. امسال که بویت نکنم دلم در میگیرم، یک نگه سویت نکنم دلم در میگیرم، شانه با مویت نکنم دلم در میگیرم.
نکنم دلم در میگیرم بوسه از رویت نکنم دلم در میگیرم یک نگاه سویت نکنم جگر در میگیرم شورابم مویت نکنم دلم در میگیرم آنشینم نباروی شورابا شورا یار جونی آنشینم نباروی شورابا شورا یار جونی دلم در میگیرم خوشکاری بویت نکنم دلم در میگیرم یک نگه سویت نکنم دلم در میگیرم شانبم مویت نکنم دلم در میگیرم امیدوار هستم که از یه آهنگ بسیار زیبا و شاد مقبولی که با آواز هنرمند خوب صبوری تابش بود شما لذت برده باشین و از برنامه تا حال البته مسیجای خوب گرفته باشین لاینا هم باز است و فعلا من بر شما یک حرفای خوب دیگه شیرینی دارم که از زبان بزرگوار ما دوستای خوب گفته شده یک جایی گفته شده که حرف مردم مانند موج دریاست اگر در مقابلش بیستی خستت میکند و اگر با آن امراهی کنی غرقت میکند پس چی بهتر که آن را نادیده بگیری یک جای دیگه گفته شده که اندازه نگه دار که اندازه نکوهیست هم لایق دشمن است هم لایق دوست اندازه نگهدار که اندازه نکوست هم لایق دشمن است هم لایق دوست بسیار زیبا گفته شده یک جای دیگه با متوجه شدم که بسیار زیبا گفته شده بود که اول دانستیم که زیباترین حرف حرف دال است گاه دوستت گاه دوست گاه دشمن گاه درد گاه درمان گاه دوری گاه دیدار گاه دلتنگی گاه دیوانگی اگر متوجه شده باشین در تمام از اینا حرف دال ذکر شده بود بسیار مقبول گفته شده بود و راستی که زیباترین حرف حرف دال است یک لاین دارم به جزیتان بیننده عزیز برنامه سرودی کرده بفرمایید هلو بله مینا جان سلام سلام بیننده عزیز خوب هستین؟ بفرمایید تشکر لطف میکنین شما خوب هستین؟ تشکر بفرمایید فرمان بزرگانه بگویم بله بفرمایید و عمد بیتی بفرمایید خواهر عزیز این است که میکن آنچه که هستید شما را بهتر پریشتی میکنم قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دید نه حتی قابل لمس کردن ازدواج قرارداد دو نفری است که در همه دنیا اعتبار نبوغ جوهر تفکر است آن که ثروت خود را باخت زیاد باخته است ولی آن که و یک دو تا دو بیتی آمست اگر وقت دیگر را نگیرم برتان بخوانم بفرمان خواهر عزیز برنامه وقتی آرتان است بفرمان گرچی رفتی زدلم حسرت روی تو نرفت در این خانه با امید تو باز است هنوز سفال آتش بفرمایید صدایتان کمک قطع وصل میشه میفهم که جای دور زنگ میزنین مرا زمان دادم حتما مشکل قطع وصل میشه ببخشید خواهش میکنم بازم محبت کردین تشکر که تلفن کردین همکار دائمی ما باشین انشالله که دفعه بعدی صدایتان زیادتر خوبتر بشه خدا حافظ
شبتان خوش خواهر عزیز. بسیار تشکر نازنین. شبتان خوش. تشکر نازنین. خدا تشکر. شبت خوش. خب از زمان یک کمک مشکلات بود، فکر میکنم خواهر عزیز ما جای دور زنگ میزدن، از اینکه محبت میکنن بسیار تشکر. ما هم یک گفتنی آوردم برای شما که از گفته شده که از اینکه خودم هستم خوشحال هستم، شاید کامل نباشم اما صادق، دوست داشتنی و خوشبختم، سعی نمی کنم کسی باشم که نیستم و تلاش نمی کنم که همه را تحت تاثیر قرار دهم. من خودم هستم. واقعا خود انسان، خود بودن چیز بسیار عالی است. دیگه در این قسمت دوست عزیز فکر میکنم که آیست آیست با دقایق آخر برنامه روبرو هستم. انشالله که هفته آینده نظر به تقاضای عزیزای ما که برنامه را میبینن، مخصوصا با کانادا خواهش کرده بودن که اگر امکان داشته باشه که برنامه کمی وقت‌تر شروع شوه، چون ما رای دور دارم و باز اوقات مشکل است که ما بتانم وقت‌تر به استودیو خود برسانم، اما انشالله هفته آینده برنامه ساعت 6:30 به وقت کالیفرنیا شروع میشه و بعضی شبها که اگر ما نتانستم امکان داره به ساعت 7 هم شروع شوه. دیگه امید است که شما عزیزان هفته آینده منتظر زی برنامه از طریق تلویزیون افغان تیاتر به ساعت 6:30 باشین. همچنان در مورد برنامه دوست عزیز ما آسوده جان سمی که فکر میکنم که تا نوز هم به افغانستان هستن، انشالله که منتظر باشین در هفته آینده برنامه لایف بر شما می داشته باشن. و ما یک آهنگ دیگه هم بر شما دارم که امیدوار هستم که همه شما مرا با تشویقایتان که همیشه تشویق میکنین، از مسیجایتان و از نظریات خوبتان که برای بهبودی برنامه ما واقعا بسیار مفید است، تنها نگذارین. و میخوایم که با نشر می آهنگ همه شما عزیزا را به خداوند یار مددگار بسپارم و فراموش نکنین که با همدیگرتان مهربان باشین. شبتان خوش.